سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. بینندگان، میدونید که چند روز پیش انفجارهای هولناکی در استانبول در فرودگاه آتاتورک اتفاق افتاد. البته من نمیخوام درباره خود انفجارها و آن چیزی که در فرودگاه اتفاق افتاد صحبت بکنم. امروز میخوام درباره نقش ترکیه در رابطه با به وجود آمدن پدیده داعش و نیروهای رادیکال و افراطی اسلامی صحبتی کرده باشه. خب میدونین که این انفجارها باعث کشته شدن بیش از 42 نفر از مردم بیگناه در فرودگاه آتاتورک در استانبول شد. در حدود 200 نفر زخمی شدند. در کنار جنایات داعش در پاریس و دو ماه پیش در بروکسل، این یکی از بزرگترین جنایات ضد بشری نیروهای رادیکال اسلامی و تروریستای اسلامی بود که اکنون در استانبول انجام گرفت. اونها عده زیادی بیگناه رو به قتل رسوندن برای که ضربه بزنن به توریسم در داخل ترکیه، برای که ضربه بزنن به اقتصاد ترکیه. جالب توجه در این مورد اینه که دولت ترکیه دیروز اعلام میکنه که تروریستایی که دست به اقدام تروریستی و انتحاری در فرودگاه آتاتورک زدن خارجی بودن، ازبکی بودن یا از قرقیزستان بودن و از روسیه بودن. سوال در اینجاست، چگونه کشور ترکیه تبدیل به مرکز تروریستای جهانی و تروریستای خارجی و جهادیستای جهانی شده؟ بینندگان عزیز، نخست وزیر ترکیه یلدریم دیروز چنین میگه تروریسم خطر جهانی است، کشورها باید با هم همکاری بکنن بر علیه این خطر، و چنین مطرح میکنه که ترکیه در این راه مصممه. ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم که خود حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان که نخست وزیر اون امروز یلدریمه، باعث این شدن که غولی را از داخل شیشه به در بیارن که دیگه نمیتونن این غول رو وارد شیشه بکنن. بینندگان عزیز، در جنگ سوریه در حدود 30,000 نفر از جهادیست های جهانی وارد ترکیه شدن، آزادانه وارد ترکیه شدن، و دولت ترکیه هیچ گونه ممنوعیتی برای اونها قائل نشد و از طریق ترکیه به سوریه رفتن که در سوریه بر علیه رژیم بشار اسد بجنگن. فقط از اروپا 4,000 نفر تروریست جهادی وارد ترکیه شدند و از ترکیه به سوریه رفتند. بینندگان عزیز، دولت اردوغان و سازمان امنیت کشور ترکیه میت MIT با آغوش باز از این جهادیست های جهانی استقبال کرد و اونها تونستن به ترکیه برن و از ترکیه به سوریه منتقل بشن. و امروز ترکیه مرکز لوجستیکی تروریستای سوریه شده. بینندگان عزیز، فراموش نکنیم که این سازمان امنیت ترکیه میت یعنی MIT بود که کامیون‌های زیادی را پر از اسلحه می‌کرد و از طریق ترکیه به سوریه و برای شورشیان سوریه می‌فرستاد. خبرنگارانی که باعث افشای این اقدام سازمان میت شدند در مقابل دادگاه قرار گرفتند. آقای اردوغان آنها را تروریست نامید، از آنها شکایت کرد، در مقابل دادگاه قرار گرفتند و به حبسای 5 تا 10 سال محکوم شدند. گناه این خبرنگاران فقط این بود که واقعیت‌ها را افشا کرده بودند. بینندگان، متاسفانه باید به این مطلب اشاره بکنم که هر جهادیست که با یک کلاشنیکوف و یک قرآن حاضر بود به ترکیه بره و از طریق ترکیه به سوریه بره، مورد استقبال آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه و سازمان امنیت این کشور میت قرار گرفت. اردوغان خواهان سقوط بشار اسد در سوریه بود و همه نوع همکاری رو با جهادیستای جهانی کرد که بتونه بشار اسد رو ساقط بکنه، و جنگ نیابتی رو جهادیستا باید برای اردوغان و حکومت او یعنی حزب عدالت و توسعه به وجود می آوردن. ترکیه اجازه داد به تجار ترکیه که وارد سوریه بشن
با تانکرهای خودشون وارد سوریه بشن و از داعش نفت خریداری بکنن. توجه بکنید، حتی پسر خود آقای اردوغان بلال در این رابطه نقش اساسی رو بازی میکرد و نفت داعش رو خریداری میکرد و وارد ترکیه میکرد. فراموش نکنیم که سلاحایی که به دست شورشیان افراطی اسلامگرا در سوریه میرسید از لیبی و از زاگرب یعنی کرواسی تأمین میشد و از طریق ترکیه به سوریه انتقال پیدا میکردن این سلاح. عربستان سعودی و قطر پول این سلاح‌ها رو پرداخت میکردن و سازمان امنیت و سازمان جاسوسی آمریکا یعنی CIA مسئول این بود که این سلاح‌ها رو در لیبی و در زاگرب یعنی کرواسی خریداری بکنه و اونها رو منتقل بکنه به ترکیه و از طریق ترکیه وارد سوریه و به دست شورشیان اسلامی برسونه. بینندگان عزیز، از طریق ترکیه نه تنها سلاح‌های زیادی وارد سوریه شدند، بلکه همونطوری که گفتم 30,000 جهادیست جهانی وارد سوریه شد. این کاری بود که ترکیه و دولت ترکیه انجام میداد. همون نقشی را که زمانی پاکستان در جنگ سرد بازی میکرد، امروز ترکیه در جنگ سوریه بازی میکنه. بینندگان عزیز، در جنگ سرد پاکستان مرکز جهادیست‌های عرب شد و جهادیست‌های عرب بر علیه شوروی در افغانستان مبارزه میکردند. جهادیست‌های عرب وارد پاکستان میشدند، در پاکستان دوره نظامی میدیدند و از طریق پاکستان وارد افغانستان میشدند تا با ارتش سرخ یعنی ارتش شوروی و دولت مرکزی افغانستان مبارزه بکنند. سلاح‌های آمریکا، غرب و چین به پاکستان هم میشدند و در پاکستان و افغانستان در اختیار مجاهدین اسلامگرای اسلامی قرار می گرفتند. جهادیست‌های عرب مانند اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان دوره نظامی دیدند و تحت کنترل سازمان ISI پاکستان یعنی سازمان مخفی نظامی پاکستان دوره می دیدند و از پاکستان وارد افغانستان می شدند. بینندگان، از دل همین جهادیست‌های عرب زمانی طالبان در واقع ظهور کردند، از دل مجاهدین افغانستان طالبان ظهور کردند و از دل جهادیست‌های عرب در افغانستان القاعده به وجود آمد. پاکستان به کمک آمریکا و به ویژه عربستان سعودی این پدیده را در افغانستان به وجود آورده بود. همین جهادیست‌ها بعداً حملات 11 سپتامبر را در آمریکا انجام دادند و فاجعه بزرگ انسانی را در آمریکا به وجود آوردند. افغانستان را به خاک و خون کشیدند و تا به امروز پاکستان را تبدیل به سرزمین تخت و تاز طالبان کردند. همکنون طالبان در پاکستان قدرت شدیدی دارند. هر روز در منطقه‌ای از پاکستان می‌جنگند و بمب منفجر می‌کنند و عده بیگناهی را در پاکستان به قتل می‌رسانند. متاسفانه باید بگیم ماری را که آمریکا، ISI پاکستان و عربستان در پاکستان پرورش داد، امروز تبدیل به افعی عظیمی شده که دیگه نمیشه به این سادگی ها سرشو زد. بینندگان عزیز، خطر بزرگی امروز افغانستان را تهدید میکنه، خطر بزرگی امروز پاکستان را تهدید میکنه. بینندگان عزیز، 30 سال بعد از جنگ سرد، امروز همون نقشی را که پاکستان در جنگ سرد بازی میکرد، ترکیه در جنگ سوریه داره بازی میکنه. ترکیه امروز مرکز جهادیست های اسلامی شده که اونها از طریق ترکیه وارد سوریه میشن. ترکیه امروز مرکز لوجستیکی جهادیست های عرب و جهادیست های جهانی برای جنگ در سوریه شده. بینندگان، که اونا بتونن به نیابت از ترکیه در واقع بشار اسد رو سرنگون بکنن. ولی امروز این سیاست ترکیه دامنگیر خود کشور ترکیه و مردم ترکیه شده. هر هفته در شهرهای بزرگ ترکیه، آنکارا، استانبول و دیگر شهرهای ترکیه بمبی منفجر میشه و عده زیادی بیگناه کشته میشن. بینندگان عزیز، دیروز آقای اردوغان بعد از کشتاری که جنایتکاران در فرودگاه آتاتورک در استانبول انجام دادن، چنین مطرح میکنه که اینها مسلمان نیستند، اینها در آتش جهنم خواهند سوخت. این آقای اردوغان میگه.
علی اردوغان به این مطلب اشاره نمیکنه که در محاسبات خودش در سوریه اشتباه کرده و شکست خورده و اشتباهات نابخشودنی کرده و کشور ترکیه را به معرض خطر بزرگی انداخته و او امروز نمیتونه این پدیده ای را که خودش ساخته به سادگی با اون مبارزه بکنه. بینندگان عزیز، ابو محمد العدنانی سخنگوی داعش در ماه مه امسال، یعنی یک ماه پیش، چنین میگه که ما جنگجویان داعش رو به ترکیه فرستادیم و از ترکیه به اروپا میفرستیم. اونها انفجارهای زیادی را در ترکیه به وجود خواهند آورد و عده‌ای به اروپا خواهند رفت. اینا سخنگوی داعش مطرح میکنه. بینندگان، ترکیه امروز قربان آتش افروزی خودش در سوریه شده. اینو باید با تمام شفافی اینا امروز باید گفت. باید به این مطلب اشاره بکنیم که چگونه دوستی آقای اردوغان با بشار اسد تبدیل به دشمنی خونین شد. بینندگان، دلایل این دشمنی رو باید در سال 2000 11 سال قبل از شورش مردمی در سوریه جستجو کرد. در سال 2000 کشور کوچک قطر خواهان این بود که لوله گازی به هزینه 10 میلیارد از طریق عربستان سعودی اردن به سوریه بکشه و از طریق سوریه وارد ترکیه بشه و ترکیه مرکز ترانزیت گاز قطر به اروپا باشه. و برای ترکیه این لوله گاز قطر اهمیت اساسی داشت، منبع عظیم مالی بود. بینندگان عزیز، و در همزمان با اون موقعیت استراتژیک ترکیه در اروپا بسیار اضافه میشد، افزوده میشد، و خط لوله گاز باعث این میشد که عرب ها و سلطه کشورهای عربی در بازارهای جهانی در واقع تشدید و تقویت بشه. خب ما میدونیم که اروپا 30% نفت خودشو از روسیه خریداری میکنه. بعد از اروپا ترکیه دومین خریدار گاز از روسیه است. بینندگان عزیز، بنابراین ابتدا اروپا میتونست از وابستگی گاز به روسیه خلاصی پیدا بکنه و بعدا ترکیه میتونست در واقع وابستگی خودشو به گاز روسیه از بین ببره و با این خط لوله گاز قطر عربستان سعودی میتونست برتری به رقیب خودش یعنی ایران در سوریه پیدا بکنه. ولی بشار اسد در سال 2009 اعلام میکنه که این خط لوله گاز قطر رو نمیپذیره. به خاطر روسیه اینا اعلام میکنه. خب میدونیم 70% گاز روسیه به اروپا منتقل میشه و این خطر بزرگی برای روسیه بود. در سال 2009 بشار اسد اعلام میکنه که خط لوله گاز قطر رو نمیپذیره. بینندگان، در مقابل اون بشار اسد چنین مطرح میکنه که آمادگی داره که خط لوله اسلامی رو بپذیره. خط لوله اسلامی باید گاز ایران را از طریق سوریه، یه بار دیگه توجه کنید، از طریق سوریه وارد بنادر لبنان میکرد و از طریق بنادر لبنان این گاز باید وارد اروپا میشد. بنابراین این ایران بود و متحد روسیه بود که میتونست نقش اساسی را در اروپا بازی بکنه. به همین خاطر آقای اردوغان و ترکیه دشمنی خودش رو بر علیه بشار اسد شروع کرد و خواهان این بود که بشار اسد سقوط بکنه. و در واقع باید به این مطلب هم اشاره بکنیم که جنگ سوریه در سال 2011 با شورش مردم سوریه شروع نشد. این جنگ در واقع در سال 2009 با رد بشار اسد در رابطه با لوله گاز قطر شروع شد. در سال 2009 ویکیلیکس که اسناد وزارت امور خارجه آمریکا را منتشر کرده، ویکیلیکس در سندی چنین مطرح میکنه که سازمان سیای آمریکا در سال 2009 شروع میکنه به شورشیان سوریه و مخالفین بشار اسد کمک مالی بکنه. بینندگان عزیز، در واقع این دلیل اصلی دشمنی اردوغان با بشار اسد. اردوغان خواهان حمله آمریکا به بشار اسد بود ولی موفق نشد. آمریکا حاضر نشد به سوریه حمله بکنه. اردوغان در سیاست خودش در سوریه با شکست روبرو شده. بینندگان، امروز آمریکا در کنار کردهای سوریه قرار گرفته. آمریکا در کنار یگانه‌های
مدافع خلق، یگانه های مدافع خلق کرد سوریه قرار گرفته. اردوغان کردهای سوریه و کردهای ترکیه را تروریست و بدتر از داعش می نامه. ولی آمریکا و روسیه در کنار کردهای سوریه قرار گرفتن، در تناقض با سیاست اردوغان در ترکیه. اردوغان نه تنها در سوریه با شکست فاحشی روبرو شده، اردوغان امروز کشورش را تبدیل به مرکز تاخت و تاز نیروهای رادیکال اسلامی و تروریستای اسلامی کرده. بینندگان، اردوغان نه تنها مورد حمایت آمریکا قرار نگرفت، اردوغان با زدن هواپیمای روسیه باعث این شد که بحران جدیدی بین ترکیه و روسیه به وجود بیاد. ترکیه در انزوای کامل قرار گرفت بعد از زدن هواپیمای روسیه. بینندگان عزیز، اردوغان در انزوای کامل قرار گرفت. روابطش با جمهوری اسلامی روز به روز بدتر شد. روابطش با مصر و رهبر مصر السیسی روز به روز بدتر شد، زیرا اردوغان از اخوان المسلمین حمایت میکرد. روابط اردوغان با اسرائیل در سال 2010 بحرانی شد و روابط دیپلماتیک دیگه با اسرائیل نداشت و دشمنی بین دولت ترکیه و اسرائیل وجود داشت. امروز اردوغان مجبور شده که روابط خودش رو با اسرائیل روابط عادی بکنه و روابط دیپلماتیک به وجود بیاره. او که زمانی خواهان این بود که شکست محاصره غزه توسط اسرائیل را انجام بده، امروز با اسرائیل کنار میاد و دیگر از شکست محاصره غزه صحبتی نمی‌کنه. بینندگان عزیز، او امروز دیگه صحبتی از این نمی‌کنه که مردم ترکیه اجازه دارن از ژنرال‌های اسرائیل شکایت بکنن به دادگاه‌ها. می‌دونیم در سال 2010 زمانی که اسرائیل حمله می‌کنه به یک کشتی ترکی، در اثر این حمله 9 نفر ترک کشته میشن. و اردوغان چنین مطرح می‌کرد که مردم ترکیه این اجازه را دارن که دادگاه‌های جهانی از ژنرال‌های اسرائیل شکایت بکنن. ولی این خواست ترکیه را دیگه اردوغان ادامه نمیده. بینندگان، او مجبور شده حتی شاخه نظامی حماس در داخل ترکیه را مسدود بکنه، ممنوع بکنه، چیزی که همیشه او پشتیبانی میکرد. او از حماس پشتیبانی میکرد و شاخه نظامی سازمان حماس در ترکیه به وجود آمد. او که زمانی بمب افکن روسیه را سقوط داد و به آتش کشید، چنین مطرح میکرد که هیچ زمانی با مستبد مانند پوتین مذاکره نخواهد کرد و از پوتین پوزش نخواهد خواست. ولی امروز اردوغان مجبور شده از پوتین، از شخصی که اون مستبد میدونست، پوزش بخواد. امروز پوتینه که موازش در سوریه تقویه شده، نه مواضع اردوغان و ترکیه. امروز پوتینه که در سوریه تعیین کننده سیاست سوریه در جنگ سوریه شده. بینندگان عزیز، امروز اردوغان در موضع بسیار ضعیفی قرار گرفته. اردوغان رویای سلطان عثمانی رو در سر می پرورونه. در جشن عروسی دخترش در چند هفته پیش بیش از 6000 نفر مهمان دعوت کرد. به رسم سلاطین عثمانی 6000 نفر مهمان دعوت کرده بود. او به خاطر قدرت و عظمتش کشور ترکیه را به پرتگاه سقوط رانده. بینندگان عزیز، اردوغان در انتخابات ژوئن سال گذشته 2015 با شکست روبرو شد و در انتخابات ژوئن 2015 این نیروهای کرد بودن، احزاب کرد بودن، حزب دموکراتیک خلق‌های کرد بود که توانست 13% آرای مردم را به دست بیاره. او انتخابات ژوئن 2015 را، اردوغان انتخابات ژوئن 2015 را یک اشتباه استراتژیک مردم ترکیه دانست و گفت باید مردم این اشتباه را تصحیح بکنن. توجه بکنید، احترامی به رأی مردم نمیگذاره آقای اردوغان. او ائتلاف دولتی را با احزاب دیگه انجام نداد، جنگ را با کردها در داخل ترکیه شروع کرد، با حزب کارگری ترکیه و پیکاکا شروع کرد و اعلام انتخابات مجدد را برای نوامبر 2015 انجام داد. اردوغان به خوبی میدونست که با شروع جنگ بر علیه کردها، مردم ترک به طرفداری از او در انتخابات شرکت خواهند کرد و او پیروز انتخابات نوامبر خواهد شد.
متاسفانه باید بگیم که همین هم شد. او با اکثریت آرا انتخابات را در نوامبر 2015 برد و حکومت و حاکمیت خودش و حزب خودش را، یعنی حزب عدالت و توسعه را ادامه داد. سه سال آتش بس در ترکیه وجود داشت و آقای اردوغان این آتش بس را با پیکاکا از بین برد. جنگ بر علیه کردها را شروع کرد و اکنون این کردها هستند که بر علیه دولت مرکزی می جنگن بینندگان. کردها هر روز چه پیکاکا و چه آتک، یعنی عقابان آزاد کردها، در داخل سوریه فاجعه می آفرینند و ترورهای زیادی را در مناطق مختلف انجام می دهند تو بینندگان، در آنکارا، در استانبول و شهرهای دیگه. کردهای ترکیه از طرف کردهای سوریه مورد حمایت قرار گرفتن. این کردهای سوریه هستند که امروز موفق هستند و جانبداری از کردهای ترکیه یعنی پیکاکا میکنن. به این مطلب اشاره بکنم، از سال 1984 تا قبل از اینکه جنگ مجددا بر علیه پیکاکا شروع بشه، یعنی تا 3 سال قبل، در حدود 40,000 نفر مردم ترکیه در جنگ با کردها کشته شدند. اکنون اردوغان با قدرت نمایی و استبدادی که به وجود آورده، شانس اینو میبینه که یک بار دیگه خلافت عثمانی رو به وجود بیاره. متاسفانه باید بگیم که اردوغان باعث شده ترکیه در آتش بسوزه و مسئول این آتش، سوختن آتش و سوختن ترکیه در آتش، شخص اردوغان و حزب عدالت و توسعه ترکیه است. بینندگان، وقت من همینجا به اتمام رسیده. تا برنامه آینده، بدرود.